سال گذشته در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 و البته امسال نام یک رشته جدید در زیرشاخه گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی اضافه شده بود به نام رشته علم سنجی. موضوع این بخش برنامه ما هم علم سنجی هستم. میخواییم با این رشته دانشگاهی و با این حوزه از علم بیشتر آشنا بشیم. دعوت کردیم از مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شاهد و عضو هیئت علمی این دانشگاه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی که به جمع بپیوندن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و بینندگان عزیز و صبح بخیر عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه این موضوع رو برای این برنامه صبحگاهی انتخاب کردید. سلامت باشید. چاکل نام یکی از مناطق توی شماله، درسته؟ بله، چاکل در واقع جز مناطق البرز مرکزی در منطقه تنکابون هست که به هر حال در اصل در واقع در اون منطقه است که به هر حال یک طرف به منطقه های غرب مازندران و از یک طرف منطقه در واقع شرق گیلان در واقع ارتباط داره. بسیار عالی. ما به اهالی تنکابون و اون خطه از شمال هم تبریک میگیم به خاطر پروراندن مفاخر ایرانی. اما آقای دکتر نوروزی، من سوالم از شما درباره خود علم سنجیه که اصلا این علم از که شروع شد که بعد برسیم به این که چه کار میکنید تو این علم. علم سنجی خب تاریخش خیلی وسیعه، اما من اجازه میخوام فقط به تاریخچه دوره دانشگاهیش بپردازم، چون تاریخچه علم سنجی رو اگه ما بخوایم ردیابی بکنیم، خب از نظر نوع دیدگاه هایی که وجود داشت در رابطه با ارزیابی علم و تهیه ابزارهایی برای ارزیابی علم، خب دورانش در طول تاریخ اشاره هایی شده که مثلا کارهایی که انجام میشده نه به نام علم سنجی، اما جز اهدافی رو دنبال میکرده که در واقع ما الان توی علم سنجی به صورت در واقع پیشرفته داریم همون اهداف رو دنبال میکنیم. اما در دوره در واقع زندگی دانشگاهیش از سال 1969 در واقع میشه گفت اولین بار در واقع بله در توسط روس ها این واژه مورد استفاده قرار گرفت و ناوکومتریا در واقع به ناوکومتریا در واقع معادل روسیش هست، ولی این در واقع معادل روسی که در سال 1969 معرفی شد در ادامه تفکری بود که از سال 1961 شخصی به نام پرایس در واقع مطرح کرد و در واقع فکر علم سنجی رو، اما نه با نام علم سنجی بلکه با نام ساینس آف ساینس یا در واقع علم علم اینو مطرح کرد. اما به تدریج علم سنجی در واقع این واژه علم سنجی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. خب خیلی ها معتقدن که علم سنجی بیشتر از همه نام خودش رو مدیون مجله بین المللی علم سنجی هست به نام ساینتومتریکس که البته معادل انگلیسی خود علم سنجیه، بله، که در واقع در مجارستان شخصی اونا براون در سال 1978 مجله رو دایر کرد و از اون به بعد دیگه به جای علم علم اکثرا ترجیح دادن از واژه علم سنجی استفاده کنن. در ایران حالا انشالله اگر صحبت ها در ادامه پیدا بکنه من روی مقوله های مرتبط با علم سنجی به حال لازم میدونم که صحبت بکنیم. حوزه های مثل کتاب سنجی، مثل وب سنجی، مثل حالا مجاز سنجی. دکتر نوروزی اگه موافق قبل اینکه سراغ در شاخه بریم نه الان نمیخوام بله الان نمیخوام وارد اونها بشم، ولی میخوام بگم در یه جایی باید بعداً وارد این بحثا بشیم، ولی اون الان اینو به این دلیل اشاره کردم که عرض بکنم که در ایران قبل از اینکه اصلا بحث علم سنجی به این شیوهی که الان مد نظر هست ما واردش بشیم، در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی بحث کتاب سنجی یا بیبلیومتریکس مطرح بود و کتابدارها سالها به فنونی که کتاب سنجی که یکی از حوزه های مادر و در واقع کاملا مرتبط با علم سنجی است و در واقع علم سنجی از کتاب سنجی بیرون اومده نیاز داشتن به کتاب سنجی در اداره کتابخانه ها و مرکز اطلاع رسانی، بله، چون کتاب سنجی بیشتر از همه به ارزیابی اطلاعات میپرداخت، به ارزیابی منابع علمی میپرداخت. خب در کتابخانه ها هم همیشه بحث انتخاب منابع یکی از مسائل اصلی بود که چه منابعی انتخاب بشه، تهیه بشه و در واقع بحث مجموعه سازی یکی از بحثایی بود که در کتابخانه همیشه مطرح بود. بحثای دیگه‌ای در کتابخانه مطرح بود که باز اونها هم به کتاب سنجی در واقع نیاز داشت.
آقای دکتر نوروزی، من میتونم یه خواهش بکنم؟ بله. برای اینکه من هنوز خودم مفهوم کتاب سنجی رو متوجه نشدم. بله. اگر که موافق هستین اول خود مفهوم علم سنجی رو، اول مفهوم بله. علم سنجی رو به ما بگید. بله. با علم بیشتری بله. بقیه ماجرا رو. بله. حالا اگه مخواین تعریفی از علم سنجی بله. مستقیما ارائه بدم، من می‌خواستم از طریق ارتباط با کتاب سنجی علم سنجی رو معرفی کنم، ولی حالا اگه بخواین تعریف ارائه بدم، علم سنجی در واقع حوزه‌ای است که با استفاده از فنون ریاضی و آمار میخواد از کمیت استفاده بکنه و به در واقع ارزیابی علم و فناوری بپردازه. و برای اینکه این ارزیابی رو، چون کلمه ارزیابی یک کلمه است که هم توش کمیت وجود داره و هم کیفیت، چون اگر کیفیت نباشه، نگاه کیفی هم توی بحث نباشه، ما دیگه نمیتونیم از کلمه ارزیابی استفاده بکنیم. بله. و در واقع علم سنجی پایش و تکیهش بر در واقع روش‌های کمی است، اما با دیدگاه کیفی در واقع کار رو در واقع به سرانجام میرسونه و نتیجه‌ای که ارائه میده نتیجه‌ای است که میتونه به سیاست علم کمک بکنه. در واقع علم سنجی حوزه‌ای است که با استفاده از روش‌های کمی به ارزیابی علم و فناوری میپردازد در راستای کمک به سیاست‌گذاری علم. یه مثال می‌زنیم واضح‌تر. بله. سیاست علم خب خیلی مقوله وسیع است. سیاست علم مثال سادهش اینه که مثلا وزارتخونه‌هایی در هر کشور وجود داره به نام وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مثلا در کشور ما. بعد اینا کارشون، بخش عمده‌ای از کارشون، حالا غیر از مسائل اجرایی جاری، سیاست گذاری علم و فناوری است. اینکه در واقع چه رشته‌هایی رو حمایت بکنن، چه موضوعهای الان موضوعهای اصلی در سطح بین‌المللی است، کشورشون اگر در اون حوزه، در کدوم حوزه شانس و موفقیت بالاتری داره، اگه وارد بشه بهتره، بهتره که کدوم رشته ها رو ما هدایت بکنیم به کدوم سمت، و تو چه زمینه‌هایی بیایم و در واقع منابع علمیمون رو تقویت بکنیم. کاربرد مهمی داره. بله. حتی بحث در واقع تقسیم بودجه، اینا در واقع بحثایی است که میتونه بهره‌وری علمی توجه بشه در انگام تقسیم بودجه، که مثلا اگر فرض بفرمایید که دانشگاهی، یک مؤسسه آموزشی اومده و کاری رو در واقع انجام داده، این کار در چه سطحی بوده و آیا در واقع اون بهره‌وری لازم رو داشته که همچین امکاناتی رو بهش بدیم، و مسائل مثل این. اینا همش برمیگرده سیاست علم. در واقع سیاست علم بخش مهمی از سیاست گذاری هر کشوره که خب بودجه‌های خیلی زیادی هم به خودش اختصاص میده، و ما اگر بدون کمک به علم سنجی به سیاست علم بپردازیم، عملا ممکنه به بیراهه بریم و راهمون رو درست انتخاب نکنیم. با این توضیح شما گفتین که خواستگاهش از کتاب سنجی بوده. بله، خواستگاهش از کتاب سنجی بوده، که کتاب سنجی باز برای در واقع از کاربرد اصلیش در کتابداری و اطلاع رسانی است. توی کتاب سنجی چه کار میکردن؟ بله، در کتاب سنجی در واقع که داشتم خدمتتون عرض میکردم، در واقع هدف اصلی کتاب سنجی این بوده که ما در واقع این کاری که الان تو سیاست علم در انجام میدیم، در علم سنجی در سطح وسیع در جامعه، این کار رو در مقیاس دیگه‌ای در کتابخونه ما انجام میدادیم. در کتابخونه در واقع یک وزارتخونه نبود که بخواد مثلا دانشگاه‌های رو ارزیابی کنه و بهشون در واقع محک بزنه، بهره‌وریشون رو ببینه، ولی کتابخونه همیشه نیاز داشت به اینکه نویسندگان با بهره‌وری بالاتر رو بشناسه، و با این بودجه محدودی که همه دارن و کتابخونه هم داشتن، بره و منابع اونها رو خریداری بکنه. یعنی اونهایی که پرطرفدارترن، یا با کیفیت‌ترن یا پرنفوذترن. مطالب اینا همش بله، مثلا بحث کیفیت با نفوذ با دو تا مقوله جداست. هر چیزی با کیفیتی شاید با نفوذ نباشه، هر چیزی با نفوذ شاید با کیفیت نباشه. اینا دیگه مقوله‌های یه خورده تخصصی‌تره که حالا اگر انشاءالله فرصتی باشه میشه وارد اینا هم شد. در واقع کتاب سنجی در کتابخونه کمک می‌کرد که این هدف تامین بشه، و بدون ابزارهایی که کتابسنجی در اختیار کتابخونه ها قرار میدادن، کتابخونه ها باید بدون اینکه شناختی از منابع علمی داشته باشن، برن و کارشون رو انجام بدن. حتی مثلا ارزیابیایی که کتابخونه ها داشتن می اومدن و ارتباط در واقع علمی رو توی مجلات تعیین میکردن، مجلات معتبر رو در سطح بین‌المللی شناسایی میکردن. خب ما قوانین مختلفی داریم، مثلا قانون 80-20 داریم، قانونایی داریم که نشون میده که بخش اعظمی از اطلاعات توسط عده خیلی کمی تولید میشه. 80% اطلاعات توسط 20%. حالا دیگه این دقیقش همینجوری شما میفرمایید، و برعکس 20% اطلاعات توسط 80%
تولید میشه، 80% نویسندگان تولید میشه. حالا ما اگر اون 20% نویسنده‌ای که 80% اطلاعات تولید میکنن رو شناسایی کنیم و در کتابخونه منابع اونا رو در واقع تامین کنیم و فراهم بکنیم، خب بودجه کمتری اختصاص دادیم، عوضش 80% اطلاعات رو در اختیار داریم. خب همین نیاز به ابزارهای کتابسنجی داره شناسایی. ما قوانین مختلفی از جمله قوانین لوتکا داریم برای اینکه نویسندگان در واقع با بهره وری بالاتر رو شناسایی کنیم. در واقع قانون لوتکا، خب نویسندگانی که در واقع بهره وری بالاتری دارن به لحاظ، حالا بهره وری خودش باز تعریف خیلی وسیع داره که بهره وری خودش چیه در علم. حالا بخشش تولید علمه که مثلا حالا این دیگه یک شاخص کلاسیکه که تو مثلا فقط به ظاهر بگیم که یک نفر چند تا مقاله داره، ولی شاخص‌های خیلی پرمحتواتر مثل در مورد مقاله میذاره استناد، ارجاع یا سایتیشن یا استناد. به نسبت استناد و سایتیشن تنها الان دیگه جایگاه خیلی زیادی نداره. یعنی که من یه مقاله رو نوشتم، چند نفر اومدن حالا از مقاله من استفاده کردن. حالا از اونم باز خیلی جلوتر رفته این حوزه و در واقع اینکه که در واقع سایتیشن چند به ازای هر مقاله ما چند تا سایتیشن داشتیم، کیا به ما استناد دادن، آیا اونایی که به ما استناد دادن خودشون آدمای پر استنادی ان یا مجله‌های پر استنادی ان یا نه، مثلا یک نفر در سطح در واقع دارش سازوکاری بله مثلا این کار کرده. اینا همش در واقع الان شاخصایی براش وجود داره. الان خب برای حتی ارزیابی مجلات امروزه شاخصای خیلی بهتر از قبلی ما داریم، مثل ایجنت فاکتور. خب اینا میاد به همین مقاله توجه میکنه. ایجنت فاکتور در واقع یکی از شاخصهایی است برای ارزیابی مجله ها که توی علم سنجی و کتاب سنجی الان مورد استفاده است. و ایجنت فاکتور در واقع میاد میگه که ما مجله ها رو شناسایی کنیم که اون مجله های پر استنادی که استنادش توسط مجله های وزین تر انجام شده اونا رو شناسایی کنیم و به اونا وزن بیشتری بدیم. بعد اون داستان مرغ و تخم مرغ پیش نمیاد، یعنی اینکه چی شده که الان اون وزین ها وزین شدن همینجوری بریم؟ خب به هر حال اونا یه مقداری برمیگرده به اینکه نویسندگانشون کی بودن، بعد از یه جایی در واقع توی دیتابیس ها پایگاهی که ما داریم میتونیم به هر حال از یه جایی میپذیریم که به هر حال نویسنده معتبره، شده معتبره به هر سازماندهی اطلاعات از یه جایی در دسترس هست برای هر در واقع کسی که میخواد این کار انجام بده. به همین ترتیب سلسله مراتبی اعتبار منتقل میشه به بقیه. یه قانون لوتکا هم اسم بردین آقای دکتر، میشه اونم توضیح بدین؟ بله، قانون لوتکا در واقع یکی از قوانین کلاسیک توی حوزه کتاب سنجی است که امروزه تو علم سنجی هم مورد استفاده قرار میگیره. در قانون لوتکا هدف این هست که بیان نویسندگانی رو که دارای تولیدات علمی بیشتری هستن و بیشتر اطلاعات توسط اونا تولید میشه رو شناسایی کنن، و این هدف در واقع در اون زمان به این دلیل صورت پذیرفت که این نویسندگان آثارشون شناسایی بشه و ما تمرکزمون رو در واقع تهیه آثار این افراد باشه. ولی به تدریج بعد از اینکه بحث سیاست علم و در واقع علم سنجی برای کمک به سیاست علم از درون کتاب سنجی بیرون اومد، در واقع قانون لوتکا در این حوزه هم مورد استفاده قرار گرفت. همین الان اگر بحث مثلا پژوهشگران برتر در کشورها رو اگه بخوام مثلا خود شما هم جزو پژوهشگرای برتر کشور شدید میگه، درسته؟ تو حوزه علوم انسانی پژوهشگر برتر کشور شدید. بله امسال در سال تبریک میگم، متشکرم. در حال اگر بخوام پژوهشگرای برتر کشورها رو در واقع شناسایی بکنم، یکی از راهاش این است که از قوانین لوتکا استفاده بکنم، قانون لوتکا استفاده بکنم و ببینن که همون هدفی که ما توی کتابخونه داشتیم که بریم منابع این افراد رو خریداری بکنیم یا شناسایی بکنیم، تهیه بکنیم، خب الان در سطح جامعه نویسندگان اگر شناسایی بشن میشه گرانت بیشتری بهشون داد، میشه توی در واقع فعالیت‌های پژوهشی ازشون استفاده کرد. بله مثلا اشخاصی که توی یه حوزه داره بهره‌وری بالاتر هستن اگر شناسایی بشن، ما اگه بخوایم پروژه‌ای رو تعریف بکنیم، خب ترجیحاً اونا رو باید بیشتر درگیر بکنیم. ما وقتی شناختی نداشته باشیم که مثلا نویسندگان یا افراد پژوهشگران در واقع فعال تو فلان حوزه کیا هستن، خب طبیعتاً برای پروژه هامون هم میمونیم و نمیتونیم افرادی که میتونن موثرتر باشن رو بیاریم پای کار. یکی از دغدغه‌های کارفرمایان پروژه‌های علمی همینه که آیا این پروژه‌ای که ما داریم در واقع مدیریتش رو میسپریم به این افراد، به این شخص یا اشخاص، در چه وضعیت علمی هستن؟ خب این پاسخش از توی قوانین امسنجی بیرون میاد. بسیاره. از فعالیت امسنجی بیرون میاد. آقای دکتر نوروزی، حالا که صحبت از امسنجی و علم هست، ما بخشی رو داریم در مورد مجلات علمی. بله. تلاش کنیم مجلات علمی معتبر را انتخاب بکنیم. با یکیش آشنا بشیم و گفتگو ادامه بدیم. خواهش می‌کنم.
انتظار لحظه ها در انتظار و ما هم پای این انتظار هم پای این انتظار آمدنش را تمنا آمدنش را تمنا میکنم. طلوع آغاز دوباره امروز ما. اینجا طلوع از خانه فردا. اگر از این لحظه بیننده طلوع شدین، هم سلام و صبح بخیر میگم بهتون و همین که ما در بخش اول از گفتگوی علمی صبحگاهیمون در مورد رشته دانشگاهی علم سنجی صحبت میکنیم که ظاهرا سابقه 40 اندی ساله داره در جهان، در کشور خودمون از سال گذشته به عنوان یک رشته دانشگاهی در دانشگاه شاهد و دانشگاه تهران شروع به تدریس شده و امسال هم ادامه داره. آقای دکتر نوروزی از دانشگاه شاهد، مدیر گروه اطلاع رسانی و کتابداری و اطلاع رسانی این دانشگاه در واقع در کنار ما هستن در استودیو 12. آقای دکتر، شما یه توضیح عمومی دادین که علم سنجی به نوعی از کتاب سنجی شروع شده. در گذشته کتاب‌هایی رو که کتاب‌های با استناد بیشتر بوده، پرطرفدارتر بوده و علم بیشتری تولید می‌کرده رو با روش‌های مختلف کتاب سنجی می‌شناختن و تلاش می‌کردن بیشتر روی اون حوزه سرمایه‌گذاری کنن. علل قاعده با توضیح شما تو حوزه علم سنجی هم شما همین کارو در مورد علوم مختلف انجام می‌دید. ارزش افزوده کدوم بیشتره؟ کدومش برای کشور کاربردی‌تره؟ حالا سوالی که پیش میاد اینه که چطور این کار رو انجام میدید؟ یعنی شما چطور تشخیص میدید که الان این علم رو ما بیشتر نیاز داریم یا نیاز هست بیشتر سرمایه گذاری کنیم؟ بله، خب این دقیقاً پیوند داره به این که ما از کتاب سنجی اومدیم به علم سنجی. چرا، چطور شد که اومدیم؟ این به فکر اون شخص که اینو در واقع ازش استفاده کرد و علم سنجی رو به وجود آورد پیوند داره. بله آفرین، دقیقاً حافظه خیلی خوبی داری. آقای پرایس بله در سال 1961 اومد گفت که حالا که ما استناد یا همون سایتیشن رو در واقع داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم. سایتیشن در واقع یک عامل اجتماعی است و که پیوند بین در واقع مقوله اجتماعی رو برقرار میکنه. مثلا اگر بنده از مقاله یک نفر استفاده میکنم، در واقع از فکر ایشون استفاده میکنم و تحت تاثیر فکر ایشون فکر جدیدی رو تولید میکنم، چون فکر ایشون رو با فکر خودم در واقع ترفیق میکنم و در واقع فکر سومی رو به وجود میارم که این فکر تحت تاثیر حتما اون نویسنده و نویسندگان دیگه‌ای که ازش استفاده کردم هست. بنابراین استناد یک عامل ارتباطه، یک عامل ارتباط اجتماعی است و ما اگر بتونیم از استناد استفاده کنیم، رو خیلی از مقوله‌ها میتونیم سرمایه‌گذاری بکنیم و در سطح جامعه بیایم همین کاری رو انجام بدیم که در سطح کتابخونه انجام میشه. آقای دکتر، یعنی استناد یه چیزی شبیه به اون حرکت مثلا تفکر فلسفیه که آدم‌های مختلف روی این تفکر تاثیر گذاشتن و این استناد هم در مورد علم همینجوره. دقیقاً همینطوره. استناد هست که فکر آدم‌ها رو به هم پیوند میده. در واقع اگر ما بتونیم در واقع تو ذهنمون اینو در واقع تصور بکنیم که البته در واقعیت نمیشه اینو تصور کرد، ولی در ذهنمون این تصور بکنیم که مثلا یک مقاله یا یک تولید علم کتاب که تولید میشه، یک نفر بدون استفاده از فکر دیگران خودش از اول تا آخر همه فکر مال خودش باشه. اینطور نیست. ایشون روی فقط یه پله پا گذاشته که پله‌های قبلیشو دیگران آوردن تا اونجا و ایشون از صفر شروع نکرده. همیشه حالا غیر از این که از فکر اون استفاده کرده، خب استناد نشون دهنده اعتبار اثر هم هست. از بعضی چرخ اختراع کردن برای یه سری براشون وجود داشت. خب برای همون چرخ هم که شما اگر در نظر بگیرید، اونم تحت تاثیر فکر یه نفری بوده، گام به گام، یعنی یه دفعه نیومده اونو تولید کنه. اون تو بحث فناوریه، حالا تو بحث علم هم در واقع تولید علم هم همین بحث مطرح است. حالا تو بحث فناوری بحث پتنت ها در واقع اختراعات. در واقع این استناد یک عامل اجتماعی شد که در واقع در سطح جامعه ما میتونیم الان این کار رو انجام بدیم و پایه و اساس فکر رو با ترکیبی از شاخصهای استنادی و شاخصهای دیگه‌ای از نوع تحقیق و توسعه آرندی، اینا رو در واقع ترفیق و ترکیب بکنیم و در مجموع میتونیم ارزیابی داشته باشیم در مورد مثلا سازمان‌ها. الان خیلی از رتبه‌بندی هایی که در دانشگاه ها صورت میگیره در سطح بین المللی، خب اینا رتبه‌بندی هایی است که بر اساس تلفیقی از شاخص ها در نظر میگیرن. مثلا فرض فرمایید که تولید علم اون دانشگاه رو در نظر میگیرن، میزان استناد به اون دانشگاه رو در نظر میگیرن، میزان تولید علم پر استناد یا هایلی سایتدشون رو در نظر میگیرن،
بحث کیفیت تولیداتشون رو در نظر میگیرن، بحث همکاری های بین المللیشون رو در نظر میگیرن. اینا همه امتیاز داره. چقدر پیچیدگی داره پس بله. ما یه رتبه توی رتبه دانشگاه بله. اینا هم هر کدوم ضریب داره، امتیاز داره، وزن داره. مثلا یه شاخصی میبینیم که در یک نظام رتبه بندی در یه سال مثلا حتی امتیازش عوض میشه، کم میشه، زیاد میشه، ولی به هر حال دائما اینا پویا هستن، در حال مطالعه و بهتر کردن شاخصهاشون هستن تا اینکه دانشگاهی رو که بهتر اعلام میکنن در واقع واقعا دانشگاه بهتری باشن. خب اینا کارهایی است که تو امسنجی در واقع صورت میگیره و در مجموع به ارزیابی ما از جامعه علمی کمک میکنه. در واقع در یک جمله به شما خدمت شما در پاسخ این سوالتون عرض بکنم، اگر ما از خدمات علم سنجی استفاده نکنیم در سیاست علم، بدون داشتن تصور در مورد این که کدوم ها بهترن، کدوم دانشگاه ها، کدوم سازمان ها، کدوم ها در چه زمینه فعالترن، کدوم نویسندگان توانمندیشون تو چه زمینه هست، کدوم در واقع بسترهای تولید علم مثلا مجلات در چه شرایطی قرار دارن از نظر کیفیت، از نظر نفوذ، کدوم در واقع خدمت شما عرض کنم دانشمندان با سرمایه گذاری کمتر روی اونا دادن گرانت کمتر تو اونا میتونه به ما توی اهداف توسعه کشورمون کمک بیشتری بکنه و مانند این ما عملا بدون استفاده از علم سنجی نمیتونیم بیم سوالها پاسخ بدیم. آقای دکتر شما یه اصطلاحی رو به کار بردیم به نام وب سنجی و وب تو سنجی. بله. یه نمونهش رو من دارم در مورد گوگل به ذهن میارم، همین نوعی از رتبه بندی که مثلا بله. گوگل میاد و حالا سایت های مختلف خیلی بله. از گوگل یه رتبه ای رو میدن به سایت های در واقع مختلف جهان و بر اساس اون رتبه ها خیلی ها میرن تبلیغات میگیرن، میگن من رتبه بالاتره پس بیننده بیشتری دارم و خیلی از این دست توضیحات و باعث درآمدزایی حتی براشون میشه. بله. میشه در این مورد هم توضیح بدین شما توی وبسنجی به طور مشخص چه کار میکنید؟ بله. وبسنجی یکی از حوزه‌ای است که اون هم از کتابسنجی بیرون اومده، یعنی اون هم مثل علمسنجی از کتابسنجی بیرون اومده. اون بخشی از وبسنجی که باز اون هم میشه ازش در مورد سیاست علم استفاده کرد با علمسنجی مربوطه و توی علمسنجی هم بهش توجه میشه و به هر حال توی وبسنجی ارزیابی وبسایت ها مورد نظر هست. برای ارزیابی وبسایت ها خب شاخص‌های مختلفی وجود داره که توی وبسنجی ازش استفاده میشه. خب یکی از این شاخص ها اندازه وبسایت، سایز وبسایت در واقع چقدر حجم مطالب داره. نه مطالب نه، در واقع چقدر صفحه داره. مثلا دانشگاه تهران از نظر تعداد صفحه هایی که داره، چون خودش هم دانشگاه بزرگیه، خب طبیعتا صفحه های بزرگی هم داره دیگه. خب این اندازه خودش یه امتیاز بالایی داره توی وبومتریکس، در واقع که یکی از نظام های رتبه بندی وبسنجی است که واقعا اسمش هم با همین وبومتریکس یکیه. اون متریک به معنی سنجیدنه و اصلا وب سنجی یعنی وب متریک. بعد یک نظامی هم وجود داره، یعنی یک مؤسسه هم وجود داره که تحت اسمش هم هست وب متریک که همین کار وب متریک رو انجام میده، یعنی وب سنجی رو انجام میده. خب اینجا چهار تا شاخص رو اون مؤسسه تاکید داره، یکیش سایز، یکیش بهش میگیم ریچ فایلز یا فایل های غنی، یعنی چقدر همین که شما فهمیدید محتوا، یعنی فایل های صوتی و تصویری و بله فایل های غنی مثل صوتی تصویری متنی. مقالات متنی ممکن مثلا یه دانشگاه این شرایط رو برای اعضای هیئت علمیش ایجاد کرده باشه که مقاله هاشون رو بعد از انتشار متن کاملش رو بذارن رو سایت. خب این خیلی میتونه باعث بشه که امتیاز بالاتری بگیره این وبسایت. و یه مقاله‌ای که قبلا امتیازش نسبتاً کمتر بود ولی الان حدوداً 50% امتیاز به خودش اختصاص داده، بحث این که چقدر پیوند داریم، این لینک ما بهش میگیم، پیوندهایی که به از بیرون اومدن و به وبسایت ما لینک دادن، دیگران که وبسایت درست کردن چقدر به وبسایت ما لینک دادن و این فلان مطلب رو در سایت مثلا فلان دانشگاه بله الان شما وبسایت برای خودتون طراحی میکنین، خب به هر به یه جای لینک بدین، ممکنه مثلا به یه وبسایت خاص لینک بدین، دیگران هم همینطور اگر تعداد زیادی از افراد یا سازمان ها به یه وبسایت لینک بدن در واقع حتما اونجا چیز در واقع قابل توجهی است که همه بهش لینک میدن و این الان امتیازش توی همین در واقع اخیراً رتبه‌بندی اخیری که انجام شده افزایش پیدا کرده نسبت به سایز. قبلا سایز امتیازش بالاتر بود.
ولی الان جذابیتش الان... بین سایت‌های دیگه است که مهمه. بله، بعد یک بحث دیگه این که چقدر در واقع این وبسایت، یه شاخص دیگه، چقدر این وبسایت توسط موتورهای کاوش علمی مثل گوگل اسکالر در واقع بازیابی میشه. و این یکی از شاخص‌های دیگه است که الان تو وبسنجی، تو وبومتریکس در واقع داره برای ارزیابی ازش استفاده میشه. اشاره به اون بخش از موتور جستجوگر گوگل دارین که مطالب علمی رو سرچ میکنه. اینکه چقدر اون تو از محتوای این سایت استفاده بشه و نتایجش بیاد. یعنی چقدر محتوای این وبسایت توسط موتور کاوش گوگل اسکالر یا گوگل علمی در واقع بازیابی میشه، شناسایی میشه. وقتی شما مثلا یک کلمه رو سرچ میکنید، یک عبارت رو سرچ میکنید توی گوگل اسکالر، چقدر احتمال داره سایت شما بازیابی بشه. و اینا همش وزنه‌ای داره و به هر حال بر اساس اون کارهایی که روش انجام میشه رتبه‌بندی‌هایی رو برای وبسایت‌ها در نظر میگیرن. آقای دکتر، من می‌خوام به عنوان در واقع سوال پایانی ایم که حالا بعد شما توضیح پایانیتون رو هم اگر مقدور است بفرمایید، در مورد اون دو تا عبارت نفوذ و کیفیت که نام بردین بپرسم. و اینکه ما وقتی یک مثلا مقاله علمی رو ارائه می‌کنیم، کیفیت مقاله معمولا توی ذهنمون بالاترین ضریب و امتیاز رو داره، ولی من خودم راجع به نفوذ هیچ ایده‌ای ندارم. بله، خب نفوذ به هر حال یکی از بحثایی است که با کیفیت در ظاهر شاید مرتبط باشه و شبیه باشه، ولی متفاوته. ما یکی از دانشجویان علم سنجی امسال ما داره تو همین زمینه الان پروپوزالش رو کار میکنه که انشالله پایان‌نامه‌اش هم تو این زمینه میگیره که در واقع شاخص‌هاش رو جدا کنه و ببره. یکی از افرادی که بحث نفوذ رو مطرح کرد و یکی از بزرگان علم سنجی است که تو ایران کمتر هم اسمش شناخته شده است، نارین هست، فرانسیس نارین. فرانسیس این بحث نفوذ رو، اینفلوئنس رو مطرح کرد. در واقع الان هم شاخصایی بر اساس این تدوین شده که حالا انشالله تو فرصت‌های بعدی میتونیم رو اونم بعداً بپردازیم. ولی نفوذ در واقع بحثی است که جنبه اجتماعی داره و به جنبه اجتماعی در واقع مربوطه، و کیفیت یه بحثی است که در واقع نسبت به نفوذ جنبه اجتماعیش کمتره، ولی در به خودی خود ممکنه که در واقع سطح بالایی داشته باشه، ولی به دلایلی مورد توجه جامعه تا یه مدت زیادی قرار نگیره. برای این مسئله شخصی به نام مندل اومد و گفت که خیلی از افکار که دانشمندان بزرگ مطرح میکنن در زمان خودشون اصلا شناخته نمیشه و به دلیلی که اونا جلوتر از زمانشون حرکت میکنن و بعدها شناخته میشه، و وقتی که شناخته میشه یک دفعه میبینید که نفوذ پیدا میکنه. این کار نظری بله، این اثر با کیفیت بوده، یعنی اون شخص که نیومده روش کاری انجام بده، همون اثره، ولی بعد از سالهای سال ارزشش رو پی میبره، نفوذ پیدا میکنه. نفوذ پیدا میکنه، نه کیفیت پیدا میکنه، نفوذ پیدا میکنه. این کیفیت رو از همون روز اول داشته. مثلا نظریه گالیله در مورد چرخش زمین، نکته همینجاست که بین کیفیت و نفوذ تفاوت هست. حالا ما توی امسنجی برای داریم تلاش میکنیم که تفاوت بین کیفیت و نفوذ رو ملموستر با شاخصایی که در واقع میتونه تعریف بشه کار بکنیم. و به هر حال امسنجی خودش رشته جوونی است و واقعا سرعت تحولات در این رشته بسیار بالاست. ما هر وقت که مقالی رو مطالعه میکنیم، هر وقت که کتاب جدید رو مطالعه میکنیم، میبینیم که تو شاخصهای جدیدی در واقع اومده که ما قبلا ازش بی اطلاع بودیم. مایی که در واقع تو این رشته کار میکنیم بی اطلاع بودیم و دائما باید تو این رشته مطالعه کرد، تو این رشته فعالیت داشت. افرادی که واقعا علاقمند هستن به این مباحث میتونن موفق بشن. کشورمون بهش نیاز داره. ما الان تو کشورمون فقط 19 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی داریم. چقدر ظرفیت داشته بوده؟ به چون اولین سال بوده همون 19 تا بعد دیگه زمان بین دانشگاه شاهد و دانشگاه شاهد و دانشگاه تهران در مجموع ما 19 نفر دانشجوی در واقع کارشناسی ارشد علم سنجی داریم. خب این همه مراکزی که در کشور الان نیاز دارن به این بحث ها و به این مسائل سیاست علم، از سطح یک دانشگاه، از یک مؤسسه تحقیقاتی گرفته تا سطح کلان، استاد هم داریم برای پرورش دانشجو مثلا اگه ظرفیتش رو زیاد بکنن. به هر حال دانشگاه های بیشتری دارن سوق پیدا میکنن به این سمت و به هر حال همه حوزه‌هایی که به وجود اومده توی کشورهای مختلف از جمله ایران برای از اینجا شروع شده و بعد به هر حال بحث ها با تحقیقاتی که روش انجام شده، آموزش و پژوهش گسترش پیدا کرده. سپاسگزارم آقای دکتر عبدالرضا نوروزی چارکلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و مدیر گروه کتابداری اطلاع رسانی دانشگاه. ممنونم از شما، ممنونم که تا این لحظه طلوع رو پیگیری کردین. طلوع ادامه داره، در بخش دوم میهمانی علمی و صبحگاهی ما شکل خواهد گرفت با موضوع ورزش و سلامت. سامانه 3044 برای
ارتباط مستقیم ما با هم دیگه است. سپاسگزارم دکتر. باشه.